سلام به روی ماه همه زبان آموزان عزیزم. خیلی خوش اومدید به یک ویدئوی دیگه از کانال زبان‌دات. من مهناز هستم و این درس یک درس گرامری هست، ادامه درس شماره 16. در جلسه قبل، درس گرامری قبل که درس شماره 16 میشه بچه ها، ما بررسی اولین گروه از افعال کمکی رو در انگلیسی شروع کردیم و گفتیم که مهمترین فعل کمکی در زبان انگلیسی افعال توبی هستن و این افعال توبی تنها فعلی در انگلیسی هستن که ازدواج کردن و دو گروه بچه دارن، گروه دخترها و گروه پسرها، که گروه دخترها برای زمان حال استفاده میشه با معنای هست و است که سه عضو داشت: am, is, are. تمام اینها رو ما در درس قبل، یعنی درس شماره 16، با هم بررسی کردیم. توی این جلسه میخواییم بریم و گروه پسرها رو که از این گروه برای صحبت کردن در زمان گذشته استفاده میکنیم. در این گروه دو عضو وجود داره: was, were. و معناشون چیه بچه ها؟ معنای بود دارن. افعال کمکی، من باز هم تاکید میکنم، به شدت در انگلیسی مهمن. چهار گروه دارن که ما از اولین گروه یعنی توبی شروع کردیم به بررسی، چرا که اینها در هر جمله‌ای که باشن نه تنها کمک میکنن ما اون جملات رو به فرم سوالی و منفی تبدیل بکنیم، بلکه در ویدیوهای آینده که در درس‌های گرامر براتون ضبط میکنم میخواییم بریم سراغ زمانسازی. شما برای اینکه بتونید زمانهای مختلف رو در زبان انگلیسی بسازید، قطعا نیاز دارید که افعال کمکی رو در انگلیسی بشناسید و بدونید که چطور باید ازشون استفاده بکنید. بریم و درسمون رو شروع بکنیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، لطفا و حتما مطمئن بشید کانال ما رو سابسکرایب کردید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید متشکر میشم که لایک کنید. اوکی، همونطور که بهتون گفتم این جلسه رو میخواییم بریم سراغ دو عضو در گروه پسرها، یعنی was, were. معنای اینها چیه بچه ها؟ معنی هر دوتاشون بود. اما شاید از خودتون بپرسید یک معنا برای هر دو اینها وجود داره، چرا دو عضو با یک معنا؟ دلیل اینکه دو عضو وجود داره باز برمیگرده به همون نکته‌ای که در گروه ام ایز آر بهتون توضیح دادم، به خاطر اینکه هر کدوم از ضمیرهای فاعلی در انگلیسی یعنی آی، یو، شی، هی، ایت، وی، یو، ذی، اینها ضمایر فاعلی هستن بچه‌ها. هر کدوم از اینها در واقع was و were رو به طور متفاوت میگیرن، همشون was یا همشون were رو به خودشون اختصاص نمیدن. بریم ببینیم هر کدوم از ضمیرها کدوم یکی از این was و were رو در واقع در کنار خودشون قرار میدن. ببینید، I was یعنی ضمیر فاعلی I فقط از فعل توبی was استفاده میکنه. I was معنیش چی میشه؟ من بودم. Was و were بچه ها برای زمانهای استفاده میشه، اوقاتی استفاده میشه که ما میخواییم در مورد گذشته صحبت بکنیم. شما وقتی که در گروه دخترها به عنوان مثال میگفتید I am a teacher، یعنی من هستم یک معلم، ولی شما زمانی که I was رو استفاده بکنید، یعنی بگید I was a teacher، was و were برای زمان گذشته با معنای بود استفاده میشه. I was a teacher یعنی یک معلم بودم در زمان گذشته. بریم و ببینیم که ضمیرهای فاعلی هر کدوم از اینها رو در واقع با کدوم یکی از was و were میتونه معنای گذشته رو تشکیل بده. I همیشه was میگیره بچه ها. I was، من بودم. You were پس برای ضمیر فاعلی you حواستون باشه از were استفاده میکنیم. You were یعنی تو بودی. She was یعنی او بود. اوی مؤنث، او یک خانومه. اوکی؟ She was، او بود، مثلا در مورد خواهر، در مورد دوستتون، دوستی که جنس مؤنث هست استفاده میکنیم. He was، او بود. هی ضمیر فاعلی در واقع
به معنای او و برای جنس مذکر استفاده میشه، برای آقایون استفاده میشه. He was، او بود. It was، آن بود. که it برای اشیاء و یا حیوانات استفاده میشه. It was، آن بود. اگر دقت بکنید برای she، he و it از was استفاده کردیم. اما بریم سراغ ضمیرهای فاعلی جمع. اگر دقت بکنید هر سه ضمیر فاعلی جمع دارن از were استفاده میکنن. We were یعنی ما بودیم. You were، شما بودید یا شماها بودید. They were، آنها بودند. We، you، they ضمایر فاعلی جمع هستند که هر سه تاشون از فعل to be were برای زمان گذشته استفاده میکنن. مثال ها رو ببینید. مثال اول، I was tired. من به محض اینکه was رو میبینم یا میشنوم متوجه میشم که این جمله داره در زمان گذشته صحبت میکنه. I was tired. Tired یعنی خسته، خسته و کوفته بچه ها. I was tired یعنی خسته بودم. مثلا به دوستتون میگین چرا نیومدی مهمونی و تو جواب بهتون میگه I was tired یعنی خسته بودم، نتونستم بیام. اوکی؟ مثال بعدی، She was in bed. او بود. She was، او بود. کجا بود؟ She was in bed. In bed یعنی تو تخت خوابش یا روی تخت خوابش. اوکی؟ او بود روی تخت خوابش. و دقت میکنید که برای I، she از was استفاده کرده با معنای بود. و مثال سوم، It was rainy. It was rainy. داره در مورد آب و هوا صحبت میکنه و به همین دلیل از ضمیر it استفاده کرده. It was یعنی آن بود. چطوری بود؟ rainy بود یعنی بارانی. rainy یعنی بارانی. It was rainy، هوا بارونی بود. کی؟ در زمان گذشته. حالا میتونه یه ساعت قبل باشه، نیم ساعت قبل باشه، یا دو روز قبل باشه، یا هر تایمی در گذشته. مثال های کادر یا مستطیل بنفش رنگ رو ببینیم. We were hungry. We were hungry یعنی ما بودیم. چی بودیم؟ hungry یعنی گرسنه. باز دارید در مورد زمان گذشته صحبت میکنید با معنای بود. فعل شما معنای بود داره. ببینید، گرسنه بودیم، ما گرسنه بودیم. We were hungry. و مثال آخر، They were here last night. They were یعنی اونها بودند. کجا بودند؟ Here، اینجا. They were here last night، اونا دیشب. Last یعنی گذشته. Last night، night یعنی شب. Last night یعنی شب گذشته. پس داره در مورد زمان گذشته صحبت میکنه. پس They were، آنها بودند. ببینید، من در فعل معنای بود رو لازم دارم. پس معادل بود در انگلیسی was، were. ولی چون فاعل they هست، از خانواده جمع were براش انتخاب میشه. They were here last night، اونها دیشب اینجا بودند. اما بریم و ببینیم که اینها زمانی که بخوان، مثلا جملاتی که الان با هم خوندیم بخواد به فرم منفی بچه ها تبدیل بشه، باز در مورد این گروه was، were چه قوانینی باید رعایت بشه. ببینید، خیلی ساده است. دقیقا مثل همون گروه am، is، are که با هم بررسی کردیم. چون اینها جزء افعال کمکی هستند دیگه بچه ها، درسته؟ پس چون کمکی هستند باید به من کمک بکنن که این جمله منفی بشه، یا کمک بکنن که همین جمله‌ای که اینها درش وجود دارن سوالی بشه. ما از همین فعلا کمک میگیریم، فعل دیگری از خارج جمله وارد به جمله نمی کنیم. در اسلاید قبل یاد گرفتیم I was یعنی من بودم، یه جمله مثبت خبری هست. بخوایم منفی بکنیم، was کمکیه، کافیه بعد از کمکیه not قرار بدیم و این جمله تبدیل به منفی میشه. I was not.
که مخففش به چه صورتی هست؟ was not مخففش میشه wasn't. wasn't. I was not میتونم بگم، ولی بهتره که برای سریع تر صحبت کردن بگیم I wasn't. was not میشه مخففش wasn't. were not میشه چی؟ weren't. weren't. پس حواستون به این نکته باشه. بنابراین برای منفی کردن کافیه بعد از was were یه not بذارید. ببینید با هم بخونیم اینها رو. I was not که میشه چی؟ wasn't یعنی من نبودم. You were not که میتونه مخفف بشه و تبدیل بشه به you weren't یعنی تو نبودی. She was not او نبود، اوی خانم، اوی مؤنث که میتونیم بگیم she wasn't. she wasn't. he was not که تبدیل میشه به he wasn't یعنی او نبود، اوی آقا، اوی مذکر. it was not که میتونه بشه it wasn't. آن نبود. باز برای اشیا و حیوان، آب و هوا، اینها از it استفاده میکنیم. we were not میتونه بشه we weren't یعنی ما نبودیم، منفی شد دیگه. you were not، you weren't، شما یا شماها نبودید. they were not که میتونه تبدیل بشه به they weren't یعنی آنها نبودند. بریم چند تا مثال با هم ببینیم. I wasn't tired. خب گفتیم wasn't منفی شد یعنی نبودم، چون با I اومده. I wasn't tired یعنی من خسته نبودم. she wasn't in bed. اوی خانم در تختش یا روی تختش نبود. it wasn't rainy. آب و هوا یا هوا مثلا در زمان گذشته، دیروز، پیروز یا هر زمانی در گذشته بارانی نبود، مثلا هوا خوب بود. we weren't hungry ما گرسنه نبودیم، سیر بودیم. they weren't here last night. خب اینجا منفیه، اونها دیشب اینجا نبودن. ببینید تمام جملات به حالت منفی در اومد. اما بریم اسلاید بعد و حالت سوالی was were رو بررسی بکنیم، ببینیم در جملات سوالی به چه صورتی هستن. ببینید باز مجدداً همون نکات درس 16 هست بچه ها، اینها کمکی هستن، پس باید به ما کمک بکنن جملمون رو سوالی بکنیم. ما چیز دیگه یا عامل اضافی از بیرون وارد جمله نمی کنیم، اینجا کمکی داریم. کمکی چی هست؟ was were. کافی هست که در واقع این افعال کمکی در ابتدای جمله قرار بگیرن. شما در انگلیسی هر جمله ای رو که ببینید که اون جمله با یک فعل کمکی شروع شده باشه، اون جمله از نوع سوالی هست. مثال ها رو ببینید. Were you at work yesterday؟ Were در ابتدای جمله قرار گرفته، پس یک جمله سوالی هست. Were you؟ بودی تو at work yesterday؟ یعنی تو دیروز سر کار بودی. where در ابتدا قرار میگیره و حالت سوالی میسازه. مثال دوم. was Sarah asleep؟ was Sarah asleep؟ سارا خواب بود. خب was با معنای بود در ابتدای جمله است، یه فعل کمکیه، پس جمله از نوع سوالی هست. یعنی شما فعل کمکی و بعد فاعلتون رو میذارید، جمله تبدیل میشه به فرمت سوالی. به چه معنا؟ Was Sarah asleep؟ سارا خواب بود. و مثال سوم. Was he on holiday؟ Was he on holiday؟ اون رفته بود تعطیلات، یعنی بود در تعطیلات. باز دوباره یه جمله سوالی. و مثال آخر. Was it rainy yesterday؟ Was it؟ در اسلاید قبل خبری این جمله رو ما یاد گرفتیم، یعنی it was rainy خبر دادیم، گفتیم هوا بارانی بود، و بعد یاد گرفتیم منفی شو it wasn't rainy یعنی هوا بارانی نبود، و این فرم سوالیش was it rainy yesterday یعنی کمکی اومد ابتدای جمله و تبدیل شد به فرم سوالی. میگه دیروز هوا بارونی بود
و یک حالت سوالی رو ازش میسازه. این دو ویدیو که مرتبط با درس امروز هست و پیشنهاد میکنم حتما ببینید و اگر دوست داشتید کانال زبان دات رو سابسکرایب بکنید که از اینجا به بعد ویدیوهای بیشتری در زمینه آموزش زبان بتونید دریافت بکنید.